سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در این جلسه حاضر هستند. همونطور که میدونید این گفتار دوم درباره فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی هست. عنوان این گفتار دوم رو سیاست خارجی گسست‌ها و تداوم‌ها قرار دادم، یعنی که ما از قرن‌ها پیش به هر حال خیلی از فرهنگ و سنت و سیاست چیزی نیست که یک شبه به وجود بیاد، در این حال که یک شبه به وجود نمیاد و سابقه تاریخی داره، به هر حال تحولاتی رو هم از سر میگذرونه. ما وقتی که تاریخ یک پدیده رو مطالعه میکنیم، هم میتونیم این تداوم ها رو ببینیم، هم میتونیم گسست ها رو ببینیم، یعنی هم میتونیم ببینیم که چه عناصری، چه روندهایی، چه جریانهایی تغییر کردن و چه عناصری کمابیش در دورهای مختلف در شرایط مختلف دوباره سر برآوردن و بین ادوار تاریخ مختلف مشترک بودن. من در جلسه گذشته خیلی خلاصه گفتم که اصلا من چرا این بحث رو مطرح میکنم، یعنی بحث فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی رو، و توضیح دادم که من 10 سالی است که در واشنگتن هستم، در یکی از تینک تنک ها در واشنگتن کار میکنم، بنابراین فکر کردم که خب 10 سال که با مسائل سیاست خارجی ایران و آمریکا و به هر حال سیاست خارجی آمریکا در قبال منطقه خاورمیانه دارم فکر میکنم، کار میکنم، مطالعه میکنم، از به اصطلاح جلسات و تعاملی که با متخصصین این حوزه دارم استفاده میکنم و میآموزم، گفتم که نکته هایی رو بگم که شاید من خودم قبل از اینکه وارد این دنیا بشم کمتر بهش توجه کرده بودم یا مسئله برام نبود. بنابراین این 3 گفتاری رو هم که قرار دادم و در حقیقت طراحی کردیم برای ارائهش، یک بحث خیلی آکادمیک پیچیده‌ای نیست، قرار هست که به چند تا مسئله مهم در این زمینه اشاره کرد. طبعا این موضوع موضوعی است که دربارش کتاب نوشتن و میشه کتاب ها نوشت دربارش. جلسه قبل بحث با این شروع کردم که خب ما خیلی میشنویم تینک تانک در ایران، بعد ترجمهش میکنن به اتاق فکر، ترجمهش میکنن به اندیشکده، به خزانه اندیشه، و گفتم که این ترجمه ها همه بی‌معنان. تینک تانک اسمی است برای مراکز و مؤسساتی که کار اصلیشون پژوهش‌های استراتژیک هست، یعنی نوعی از تحقیق و پژوهش که میتواند به کار سیاستگزاران و تصمیم گیران یک حوزه خاص بخوره، یالا در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه محیط زیست، در حوزه صنعت، تکنولوژی، مهم نیست. مطالعات استراتژیک یعنی مطالعاتی که در حقیقت معطوف به عمل هستند و بر اساس تحلیل واقعیت موجود و تشخیص اهداف و مصالح یک سازمان، یک دولت، یک کشور، یک کمپانی میتوانند راه حل‌ها و راه حل‌های کارآمد و مؤثر و به هزینه و به صرفه رو پیشنهاد بکنن. توضیح دادم که مراکز مطالعات استراتژیک چی هستند و بعد گفتم که در آمریکا این مراکز بسیار زیادن، انواع اقسام دارن، بعضیشون دولتی هن، اغلبشون غیر دولتی هن، بودجه هاشون چجور میاد، آدم هایی که در اینا کار میکنن چه تیپ آدم هایی هستن، چه ویژگی هایی باید داشته باشن، و گفتم که جدای از دانش و توانایی فکری و شناخت دستگاه تصمیم گیری و گرایش سیاسی پژوهشگران، ملیت یا نژاد یا مذهب افراد اصلا نقشی در کار کردنشون در این مراکز نداره، یعنی مسلمان، یهودی، مسیحی، بیدین، مؤمن، غیر مؤمن، آمریکایی، غیر آمریکایی، همه در این مؤسسات کار میکنن. بسیاری از کسایی که کار میکنن گفتم
محققان ثابت هستن، بسیاری از اینها هم مهمانن، از کشورهای مختلف میان و میرن و کار کردن در این مؤسسات به مفهوم این نیست که شما در خدمت دولت آمریکا هستید یا علیه منافع ملی کشور خودتون دارین عمل میکنید. اینا رو جلسه قبل توضیح دادم و بعدم توضیح دادم که منافع ملی چیه. در حقیقت ما وقتی میگیم منافع ملی مرادمون چی هست و چه تفاوتی هست بین مفهوم منافع ملی در حکومت‌های غیر دموکراتیک و در حکومت‌های دموکراتیک. به عبارت دیگه چرا در حکومت‌های غیر دموکراتیک از منافع ملی سخن زیاد گفته میشه اما در حقیقت منافع ملی کلمه است که نقاب منافع شخصی و گروهی اون طبقه حاکم هست به جای اینکه واقعا منافع ملی شهروندان باشه. و چون بحث شهروند رو پیش آوردیم و بحث اینکه کسی که در تینگ تنگ کار میکنه و شهروند آمریکاست، این آدم آیا در خدمت دولت آمریکاست علیه کشور خودشه، من فکر کردم شاید بد نباشه اشاره بکنیم به مفهوم شهروندی ایالات متحده آمریکا. اینکه کسی که شهروند ایالات متحده میشه معناش چیه؟ و گفتم که برخلاف اون که شاید بسیاری از ما شاید ندونیم یا نخونده باشیم، مفهوم شهروندی آمریکا از نظر حقوقی خیلی شبیه شهروندی در جاهای دیگه است، ولی معنای اون یعنی از نظر غیر حقوقی، از نظر فلسفی متفاوت هست. و بعد از زبان هانا آرنت که خودش یک آلمانی بود و در جریان جنگ جهانی دوم آمد اینجا و شهروند آمریکا شد، من توضیح دادم که چرا مفهوم شهروندی آمریکا متفاوت هست با شهروندی کشورهای دیگه و اینکه شما وقتی شهروند آمریکا میشید به هیچ وجه به مفهوم تعهد شما یا وفاداری شما به دولت یا شخص خاصی نیست، بلکه به مفهوم وفاداری شما به روح قانون اساسی و روح قوانین به طور کلی هست و این تفاوت بسیار مهمی است. شما در ایران اگر بخواید در جای استخدام بشین یا مهمتر از اون اگر شما بخواید مناسب اداری و سیاسی بگیرین، در فرمایی که باید پر کنید باید التزام عملیتون رو به ولایت فقیه در حقیقت تعهد کتبی بدین، در حالی که در آمریکا اینطور نیست. شما میتونید مخالف حتی دولت هم باشید، مخالف رئیس جمهور هم باشید، ولی به عنوان یک شهروند خوب شناخته بشید. تا رسیدیم به بحث شهروندی و قلمرو عمومی، منافع عمومی و اینجور مسائل که من یک مقداری از بحث ما شاید به نظر بیاد که خارجه ولی نیست، چون که درست ما مشکلمون در ایران همین هست. مشکل ما در ایران این هست که ما خیلی چیزا رو ترجمه کردیم ولی واقعیت اینه که بین اون پدیده ها در عالم سیاست و فرهنگ به طور کلی یا جامعه و زادگاه اون پدیده ها تفاوت خیلی زیادی وجود داره. کمابی شبیه رانندگی مون میمونه. برای ما ماشین رو آوردیم، صنعت ماشین سازی هم کمابیش داریم، ولی طرز رانندگی کردن ما از نظر سبکش و قواعدش با کشورهای در حقیقت پیشرفته از نظر صنعتی خیلی متفاوته. در عالم سیاست هم همینطوره. ما مثلا ترجمه کردیم دموکراسی رو، پارلمان رو، دولت رو، نهاد مدنی رو و همینطور شهروندی رو، ولی درکمون از اینا چه بسا درک خام و نادرستی است. خب طبیعتاً به دلیل اینکه نظام آموزشی در ایران نظام آموزشی دموکراتیکی نیست، یعنی که مفاهیم دموکراتیک رو ما در نظام آموزشی یاد نمیگیریم. اگر شخصی خودش شخصا بره یاد بگیره دیگه اون تلاش خودش هست، ولی به گونه ای نیست که جامعه در جریان
اجتماع افراد در جریان اجتماعی شدن، در جریان آموزش یافتن با این مفاهیم آشنا بشن. به همین دلیل هست که من یه توضیح مختصری راجع به مسائل بدم، ولی پیش از اینکه جلوتر بریم، اگر کسی راجع به اونچه که جلسه پیش گفتیم یا تا الان گفتم سوالی داره، من خوشحال میشم که بشنوم. سوالم بود که در مورد انواع تین تنگ ها میشه توضیح مختصر میخواستم اونم رو، دسته بندی خاصی دارن یا همشون توی یه حوزه خاص کار میکنن که این کمتر بهش پرداخته شد؟ میخواستم ببینم که اگه بشه کم توضیح بیشتر بدید. مرسی. بله خب البته، بله البته قرار نیست که من حرفایی رو که زدم تکرار کنم. من بیشتر منظورم این بود که سوالی اگر در مورد این آنچه گفتم هست بپرسن دوستان، به خاطر اینکه جلسه قبلی هم به صورت ویدیو و همینطور صداش در وبسایت مؤسسه توانا در اختیار قرار خواهد گرفت و میتونین جلسه اول رو بشنوید و ببینید. ولی به طور مختصر تفاوت ها از چند جهت هست. یکی تفاوت از نظر منابع مالیه، بخشی از این تینک تنک ها از دولت پول میگیرن، بعضی هاشون از شرکت های مختلف بسته به نوع کارشون از شرکت های مختلف پول میگیرن، بعضی هاشون هم میتونن حتی از دولت های خارجی یا شرکت های خارجی بگیرن. مثلا مؤسسه بروکینگز از قطر سال گذشته $2 میلیون گرفته، یا مؤسسه میدل ایست اینستیتیوت مثلا پول چند میلیونی از عربستان سعودی گرفته. مؤسساتی هم هستن که برای خودشون از طبق اساسنامه شون نه از دولت پول میگیرن نه از شهروندان یا شرکت های خارجی، و بلکه فقط با به اصطلاح کمک های مالی شخصی اداره میشن و به اصطلاح اینجا بهش میگن فاند ریزینگ، یعنی برنامه های مختلف فاند ریزینگ دارن مثل مؤسسات خیریه، و در حقیقت کسانی که به کار اونها علاقه مند هستند به اینها پول میدن، و اونم به دلیل اینکه از نظر اقتصادی هم به صرفه است براشون، چون که طبق سیستم مالیاتی آمریکا شما اگر به مؤسسات غیر انتفاعی کمک مالی بکنید میتونید به نسبتی از معافیت مالیاتی برخوردار بشید. بنابراین بسیاری از آدمای ثروتمند ترجیح میدن که خودشون به مؤسسات غیر انتفاعی که دوست دارن کمک کنن به جای اینکه مالیات بپردازن. مثلا مؤسسه واشنگتن اینستیتیوت غیر انتفاعی، غیر حزبی، از دولت یا از هیچ شرکتی پول نمیگیره، از شهروندان خارجی یا دولت‌های خارجی پول نمیگیره. و یک تفاوت دیگه هم در حوزه کار هست. بعضی‌ها هستن که مثل واشنگتن اینستیتوت که من کار میکنم فقط در زمینه خاورمیانه کار میکنن، بعضی ها هستن مثل کارنگی که در زمینه‌های بسیار متنوع‌تری کار میکنن، بعضی ها هستن مثل مؤسسه ما بسیار کوچیکن و فقط در واشنگتن هستن، بعضی ها هستن به دلیل نوع کارشون در کشورهای مختلف هم شعبه دارن مثل کارنگی و بروکینگز. بنابراین هم از نظر گستره کار، هم از نظر قدمتشون، هم از نظر علاقشون، هم از نظر بودجهشون، هم از نظر تعلق حزبیشون متفاوتن. بعضی از این مؤسسات هستن که رسماً پارتیزانن، یعنی به یک حزب سیاسی در آمریکا، یعنی یا ریپابلیکن یا دموکرات یا جمهوری خواه وابستن یا نزدیکن، بعضی هستن که طبق اساسنامه‌شون غیر حزبی باید باشن. به هر حال در اینجا باید اصطلاح ما بای پارتیزان داریم و نان پارتیزان داریم، یعنی بعضی از مؤسسات هستن که بای پارتیزانن، یعنی دو حزب درشون حضور دارن و نقش دارن، بعضی هستن نان پارتیزانن یعنی غیر حزبی ان اساساً. اینها تفاوت هاشون هست که اگر یک مقدار تحقیق کنید راجبش شاید بیشتر بتونین به اطلاعات مفصل تری هم دست پیدا کنید. من توضیح بدم راجب شهروندی و قلمرو به عمومی. من این توضیح که میدم بر اساس دیدگاه های هانا آرند هست. طبیعتا شما این مفاهیم و مقوله ها رو میتونید از منظرها و چشم‌اندازها و بر اساس تئوری‌های مختلف توضیح بدید، و منتها یکی از تئوری‌هایی که بسیار مهمه
و روشنگر هست، دیدگاه های آرنت در این زمینه هست و ما چون بنا نیست که این مسئله رو از همه جهات بررسی کنیم، من همین رو انتخاب کردم که برای شما توضیح بدم. آرنت یک اصطلاحی داره به نام جهان، یعنی که میگه که جهان اون فاصله یا اون فضایی است که بین من و شما در قلمرو عمومی وجود داره، یعنی من و شما به عنوان دو عضو جامعه اونجایی که میایم با هم به نوعی تبادل فکری یا عملی میکنیم در زمینه مسائلی که مربوط به جامعه است و مربوط به عامه هست و مربوط به خیر عمومی هست، این فضایی که بین من و شما هست فضا رو اسمشو میذاره جهان. و در حقیقت به کسانی که منزوی هستن یا منزوی میشن، کسانی که مثلا فرض کنید یهودیانی که از جامعه طرد میشدن یا بسیاری از کسانی که در جوامع مختلف به دلایل مختلف طرد میشن یا کسانی که خودشون انتخاب میکنن که گوشه بگیرن از جامعه، مثلا بحث مفصلی در رابطه خود فیلسوفان، یعنی فیلسوفان معمولا میل به انزوا دارن، یعنی حضور در جامعه رو برای فلسفیدن و تفکر فلسفی مزاحم میدونن و تفکر رو یک امری در خلوت میشمرن و از این جهت میل به انزوا دارن. خود آرنت هم در بعضی از دورهای فکریش دچار این تنش بوده بین به اصطلاح جهانی بودن و در جهان حضور داشتن و بی جهان بودن. آرنت کسانی رو که از قلمرو عمومی دامن در میچینند و کناره میگیرند آدم های بی جهان میدونه و معتقده که بی جهان شدن در حقیقت، حالا بحثش مفصله، که او معتقده مخل به انسانیت انسان هست، یعنی اگر قلمرو به عمومی وجود نداشته باشه، اگر جهان وجود نداشته باشه، در حقیقت انسانیت انسان نقصان و تباهی پیدا میکنه. حالا شما در این با فعالیت سیاسی هست، فعالیت سیاسی هم به مفهوم گسترده، نه مفهوم فعالیت سیاسی، نه به مفهوم تلاش برای دستیابی به قدرت، اون چیزی که در ایران خونده میشه فعالیت سیاسی، بلکه هر گونه عملی که برای بهبود و بهروزی به اصطلاح به اون مفهوم یونانی مدینه یا جامعه یا یک واحد سیاسی مفید هست و فراتر از منفعت‌های شخصی هست، این یک نوع فعالیت سیاسی. بنابراین فعالیت در جامعه مدنی، نهادهای مدنی، هر چیزی که در این قلمرو عمومی در حقیقت انجام میشه. و آرنت معتقده که فعالیت سیاسی این نیست، ابزاری برای دستیابی به هدفی نیست. مثل تو ایران میگن طرف سیاسیه، یعنی در طرف میخواد رئیس جمهور بشه، طرف میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد بره به قدرتی دست پیدا کنه، یک کرسی رو میخواد، یک صندلی و قدرت و پولی رو میخواد به دست بیاره. برای آرنت فعالیت سیاسی خودش هدفه، یعنی بودن در این قلمرو عمومی و ارتباط داشتن با اعضای دیگر جامعه، حرف زدن، گفتگو کردن، گشوده بودن، این خودش فی نفس هدف هست و این چیزیست که انسانیت انسان رو محافظت میکنه ازش. و خیر عمومی در اینجا در قلمرو عمومیه که شما شهروند میشین، یعنی اگر قلمرو عمومی وجود نداشته باشه، یعنی به این مفهوم شهروندی یک امر فقط قانونی نیست که مثلا خب من شهروند ایرانم، مثلا شهروند ایرانم، یعنی پاسپورت دارم، میتونم کوپن بگیرم، نمیدونم باید سربازی برم، این نیست. شهروندی یک مفهوم فلسفیه، یعنی اینکه شما باید در قلمرو عمومی فعال باشین و برای در هم در تشخیص، هم در بحث کردن درباره خیر عمومی و هم در تلاش برای تحقق خیر عمومی باید بکوشید و فعال باشید، اون وقت میشه شهروند. اون وقت به معنای دقیق کلمه شهروند هستید. و طبیعتاً هم میدونین که خیر عمومی ممکنه خیلی موقع ها به مصلحت من هم نباشه. مثلا خود بحث عدالت اینطوریه دیگه، اگر قرار بشه که عدالت برقرار بشه، خیلی موقع ها هست که من باید از چیزی که در یک شرایط غیر عادلانه میتونم ازش برخوردار باشم برخوردار نشم. الان مثلا فرض کنید اگر قرار بشه که در ایران عدالت برقرار بشه، بسیاری از کسانی که امتیاز دارن
مردها خیلی از امتیازاتشون رو از دست میدن، روحانیان خیلی از امتیازاتشون رو از دست میدن، شیعه ها خیلی از امتیازاتشون رو از دست میدن و بسیار از اقوام و اقلیت های جنسی و مذهبی که حقوقی ندارن اینا به دست میارن. بنابراین لزوماً خیر عمومی با خیر شخصی یکی نیست. خیر عمومی یعنی که اون خیری که به متعلق به همه شهروندان هست، نه اینکه به یک گروه یا یک طبقه امتیازاتی برسه که به بهای محرومیت یک گروه دیگه از حقوق خودشون هست. در حقیقت قلمروب عمومی اونجاست که آدم‌ها، اون فضایی است که آدم‌ها همدیگر رو می‌بینند. در حقیقت آرنت قلمروب عمومی رو مثل یک صحنه تئاتر می‌بینه، یعنی جایی که شما بازیگران جامعه رو زیر نور پروژکتور می‌بینید. اون موقع است که این آدما همدیگر رو میبینند، یعنی میبینند به این مفهوم که حتی به صورت فیزیکی هم میبینند، یعنی اینجا استعاری، هم به مفهوم استعاری هم به مفهوم فیزیکی. بنابراین اجتماعات مهمه. فرض کنید که مثلا خیلی تحقیقات فراوانی شده راجع به مثلا نقش قهوه خانه ها در جنبش ها و حرکت های اجتماعی و سیاسی مثلا در مصر، حتی کتاب نوشتن در مورد نقش اجتماعی سیاسی قهوه‌خانه‌ها در ایران که شاید به اون اهمیت مثلا قهوه‌خانه‌ها در مصر نبوده، یا مثلا در اروپا فضاهای عمومی. مثلا ما میدونیم در تاریخ سیاسی ما مثلا دانشگاه چقدر مهم بوده. چرا؟ چون دانشگاه آدما می اومدن، یک فضایی بوده، یک مکانی بوده که آدما همدیگر میدیدن، با همدیگر حرف میزدن، در نتیجه تبادل میکردن، در نتیجه میتونستن سازماندهی کنن خودشون. قلمروب عمومی یک فضاست که هم به مفهوم استعاری هم به مفهوم حقیقی یک روشنایی داره که در این روشنایی آدما همدیگر میبینند، رنج همدیگر رو میبینن، خوشی همدیگر رو میبینن، با هم مشارکت میکنن، با هم حرف میزنن، با هم بحث میکنن و در حقیقت یک جهان مشترک با هم میسازن. این جهان مشترک در حقیقت اون چیزی است که خارج از من ولی بین من و دیگری ساخته میشه. خب در اینجاست که قلمرو عمومی معنی پیدا میکنه، در اینجاست همبستگی اجتماعی معنی میده. برای آرنت در حقیقت مفهوم منافع عمومی، عاملیت سیاسی، هویت جمعی، فرهنگ سیاسی، تمام اینها وابسته است به قلمرو عمومی. یعنی شما به هانا آرنت بگیم که در این کشور یا در این جامعه قلمرو عمومی در حقیقت چراغ رو خاموش کردن، هیچ کسی هیچ کسی رو نمیبینه، در حقیقت هر کس تنهاست. یعنی مهمترین چیزی که از نظر آرنت در جوامع توتالیتر یا در جوامع غیر دموکراتیک اتفاق میفته اینه که آدم ها تنها میشن، یعنی تبدیل میکنن شهروند رو به یک موجود تنها. وقتی یک موجود تنها شد بیدفاع میشه. یک موجود وقتی تنها شد در برابر کمترین قدرتی شکننده میشه، اون موجود رو میشه نابودش کرد، از بینش برد. به همین دلیل هم هست که حکومت های توتالیتر حتی از این که آدم ها در یک فضایی دور هم جمع بشن هراس دارن، و اگر یک مکانی باشه یا فضایی باشه که اینا کنترلش نتونن بکنن، تحت کنترل اونا نباشه، اجازه تجمع افراد رو نمیدن. به شکل‌های گوناگون سعی میکنن آدم‌ها رو تنها کنن، ایزوله کنن، از همدیگه جدا کنن، قلمرو عمومی رو، این فضا رو، این سن رو، این صحنه رو تاریک کنن.